این ویدیو قراره با هم دیگه بریم بزنیم به دل مردم، بریم اون 1001 چهره رو ببینیم. قراره بهتون کلی قیمت رو با دلار نشون بدم، حال و هوا و فضای یه جورایی فشن مود امروز این مرکز خرید رو با هم دیگه ببینیم و حال و هواتون عوض بشه. این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید، تو تک تک ثانیات پر از اطلاعات و اتفاقای خاصه. با هم دیگه کلی گشت میزنیم و رفته رفته همه این بخشا رو بهتون نشون میدم و توضیح میدم. با من همراه باشید، بریم ببینیم تو این ویدیوی کاملا فشنی چه خبره. با من همراه باشید. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. همونطوری که از این نمای مجتمع تجاری مشخصه، اومده از سبک معماری ساسانی استفاده کرده و یه جورایی واقعا جذاب شده نماش، مخصوصا تلفیق شیشه و آجر با هم. ولی ما امروز به اینجور چیزا کاری نداریم، قراره بریم داخلش با هم دیگه اون 1001 چهرهی که بهتون گفتم و ببینیم و ببینیم واقعا چه خبره. اینجا دقیقا میشه ورودی اصلی این مجتمع تجاری. قرار اول مثل همیشه ما شکمون ها کجا میریم؟ میریم قسمت غذاخوری اون بالا، ولی این دفعه یه فرقی داره. میخوام تک تک غذاها رو بهتون قیمتاشو بگم، البته دلاریش هم میگم برای اون عزیزانی که خارج از ایرانن و همیشه تقاضا میکنن که قیمت دلاریش هم براشون بنویسم. میبینید که چه طبقاتی داره، اون طبقه بالا بالایش سینمای، ولی یه دونه مونده به بالایی. ما میریم الان قسمت غذاخوری و بعدش همه جا رو میچرخیم. یادتون نره، قراره کلی جا ببینیم و کلی اطلاعات داشته باشیم. میدونیم که الان حقوق یک روز کارمند و کارگر، کارمند 500,000 تومان، کارگر 300,000 تومان. با توجه به این نگاه کنید، یک لیوان چای 45,000 تومان، یک کیلو باقلوا 580,000 تومان، دو عدد باقلوای پستم کوچیکا هست 80,000 تومان، با یه چای تقریبا 120,000 تومان یه باقلوا چای براتون تموم میشه. میدونید چرا گفتم حقوق کارگری رو نگاه کنید؟ چون بعضی موقع میایید مقایسه میکنید با حقوق و درآمدهای خودتون که خارج از ایرانید. ما ایران زندگی میکنیم دیگه، برای همین یه چند بار تاکید کردم روی این قضیه، چون همیشه تو نظرات میبینم که این مدلی مقایسه میشه. اینجا سوشی میفروشه، اوراماکیو که دیگه فکر میکنم همه جورش هست، 8 تیکش 530 تومن، سوشی 585 تومن و قیمتهای دیگر رو میتونید ببینید دیگه. واقعا من خودم به شخص از سوشی و غذای دریایی اصلا خوشم نمیاد، اصلا به طعم دهنم نمیسازه. رستوران ایرانی، قیمتهای ایرانی: چلو کباب سلطانی 710,000 تومان، چلو کباب چنجه ترش 640,000 تومان، چلو کباب برگ 600,000 تومان، چلو خورشتا انواعشون 315,000 تومان. ارزون ترین غذایی که میشد بخوری 315,000 تومان بود تو پلویا یا چلویایی که خودمون همیشه تو رستوران ها میخوریم. الان یه چیز دقت کردید؟ اینجا رو میز اکثر مردم خبری از سوشی نیست، خبری از باقلوا چای نیست، حتی خبری از غذاهای ایرانی نیست. چه غذایی دارید بیشتر میبینید؟ فست فود هاست. چرا فست فود مصرف میکنن مردم؟ شاید میتونم به جرات بگم یکی از علتاش قیمتاشه. نگاه کنید الان اینجا سیب زمینی با پاستا 294 تومان، سیب زمینی برگر 294,000 تومان، سیب زمینی فیله 254,000 تومان. تقریبا 150 گرم سیب زمینی، 150 گرم فیله مرغ حالا سوخاری شده و رفته. این قیمتاش چقدر ارزون تر از غذاهای دیگه بود، مخصوصا غذاهای ایرانی و چلویی که حالا میگیم سالم تره. پیتزای گوش 315,000 تومان، پیتزای پپرونی 270 تومان، بیف برگر یعنی هم دابل برگر 410,000 تومان، ساندویچ ژامبون تنوری 200,000 تومان. خب به نسبت اگه بخواید حساب کنید با اون درآمدی که بهتون گفتم، درآمد کارگری که 300,000 تومان در روز میگیره یا کارمندی که 500,000 تومان میگیره، بخواد یه شب بیاد اینجا غذای فست فودی براش راحت تره. ولی خب ببینید همین میز 4 نفرش تو ارزون ترین حالتش براتون 1,000,000 تومان تموم میشه و این رقمی نیستش که شما بتونید خیلی ساده هر هفته بخواید پرداخت کنید. باید یک گروه دیگه باشید، یعنی خارج از گروه کارگری حتما قرار میگیرن. کارمندایی هم داریم که رقمهای بالاتری میگیرن، ولی در کل شکم یکی از تفریحات اصلیه
ماه دیگه، یعنی هر جا بریم شکم رو باید با خودمون ببریم و یه جورایی سیرش کنیم. دقت کردید چقدر مردم رنگارنگن اینجا؟ از هر رنگ و از هر سلیقه رو میتونید اینجا ببینید. کنار همدیگه دارن با همدیگه غذاشون رو میخورن و حالا یه جورایی لذت میبرن از کنار هم بودن، مخصوصا خانواده یا دوستایی که کنار هم جمع شدن و دارن غذاشون رو میخورن. ولی ما قرار نیست فقط تو غذاها بگردیم که میخوایم بریم کل اینجا رو بچرخیم. میدونید یه جورایی هم اگه دقت کنید یه فشن مودی هم هست دیگه، هر کسی با یه سلیقه یه مدل لباس پوشیده، هر کسی هم به نوبه خودش زیبایی خودشو داره. یه چیز بهتون بگم، تا این لحظه اسم اینجا رو نگفتم، میخواستم ببینم شاید خیلیاتون حدس بزنید. با این نمای آجوری اون قلعه شکلش و اون باروهای ساسانیش مشخصا یه معماری سنتی ایرانی رو داره دیگه. اینجا نیایش ماله، تو شمال غربی تهران، محله جنت آباد. شاید خیلیاتون بشناسید، شاید حالا اصلا اسمشو نشنیده باشید، ولی اینجا ما اومدیم بگردیم و ببینیم که چه خبره. با هم دیگه الان میریم تو قسمت دیگه این مجموعه، آدما رو کنار هم دیگه بیشتر میبینیم و میشناسیم. میدونید توی اینجور مرکز خریدها همه یه جورای رنگ و رنگن و اون زیبایی رو میتونن به اینجا بدن. آدما همیشه با سلیقه هاشون زیبایی میبخشن، از دید بنده البته این شکلیه. بریم طبقه بالا که مربوط میشه به سینما. این روزا سینمای ایران نمیشه گفت خیلی خیلی رو بورسه، ولی خب بلیت سینما تقریبا 60,000 تومان تا 80,000 تومان بستگی به سالن سینمایی داره. البته اینجا خب میشه گفت یکی از بروزترین سالن‌های سینمایی دیگه، حالا چون تازه هم افتتاح شده حتما داره، بنده نمیدونم چه خبره اینجا. ولی خب این نمای استفاده از رنگ قرمز و این وید مرکزی که شیشه‌ای نور رو وارد میکنه، خب به طب یه زیبایی بصری خوبی داده به اینجا و این نماهایی که حتی طبقه زیر همکف، حتما در ادامه میریم اونجا، اونجا رو هم بهتون نشون میدم، اومدن خیلی تلاش کردن که حال و هوا و فضای اینجا به دل آدما بشینه. آدما هم که با تیپاشون اومدن اینجا رو یه جورایی رنگین تر هم کردن. شاید خیلی ها مثل من اومدن اینجا فقط بگردن و ببینن و واقعا هم خیلی ها قدرت خرید اینو ندارن که اینجا بخوان چیزی حتی بخورن، چه برسه بخوان خرید اجناس کنن. حالا در ادامه حتما قیمت های اجناس هم یه کوچولو نگاه میندازیم، ولی قبل اینکه بریم سراغ مغازه ها و بخوایم بریم داخل مغازه ها و خود پاساژ رو بگردیم، حتما میبرن تون زیر همکف. اونجا یک حال هوای دیگه ای داشت، کافه‌های باحالی داشت و آدم‌ها جالب بودن، مخصوصا مغازه‌هایی که اونجا زده بودن کلی فرق می‌کرد. میدونید که نسبت به جا خب اجاره ها فرق میکنه، ولی فکر نمیکنم اینجا دیگه مغازه زیر 40-50 میلیون در ما اجارش باشه. به همین خاطر حتما قیمت ها به تناسب اجاره هاشون بیشتره و کلی هم مغازه و خیلی اینا هم که داشتن عکس میگرفتن، من میخواستم برم جلوتر، بالاخره اجازه دادن منم اومدم رفتم جلو. ببین اینجا حتی قسمت بازی برای بچه های بیلیارد فکر میکنم، حالا یا داخل نمیریم برمیگردیم میریم طبقه زیر همکف. میدونید اینجا یک فضای معماری خاص داره با کافه‌هایی که حالا اومدن از فضای مرکزی استفاده کردن. یادتونه بهتون گفتم فشن مود اینجا، واقعا هر طرفو که نگاه کردم به نوبه خودم یه تیپ خاص دیدم، یکی با یه رنگ خاص، با یه استایل خاص، قشنگ اینجور چیزا، بالاخره احساس زنده بودن رو به آدما میده. ولی خب میگم چقدر از چند درصد از ما میتونیم اینجوری راحت هزینه کنیم برای خرید هر مدل لباس؟ که الان ساده ترین لباس دیگه شاید تیشرت زیر 800,000 تومان 1,000,000 تو این پاساژ نیست. میدونید حالا همون تیشرت ممکنه تو یکی از مراکز خرید شمال شهر تا 2-3 میلیون باشه، برای همینه نمیشه بفهمی اینجا مرفعین بی دردن یا با دردن. این بود که واقعا برای منم سوال، الان همین رستوران شما یه غذای دو نفره بخورید 1.5 میلیون براتون تموم میشه، خیلی ساده 1.5 میلیون تومان. آخ که من شکمو چی دیدم، این دسرا و این کیک ها رو میبینید، من خودم عاشق دسر و کیکم با چای، البته بعضی با نوشیدنه گرم دیگه میزنن، ولی همین دسر ساده با کیکش تا
تقریبا براتون در میاد نفری 130,000 تومان تا 150,000 تومان بستگی به نوشیدنی که انتخاب میکنید داره. و یه دونه دسر و کیک با هم دیگه 300,000 تومان میشه. میگم واقعا خرجا گرون شده، قبول دارم، ولی واقعا خیلی چیزا رو دیگه نمیشه انجام داد. قبلا راحت تر بود، یعنی یه چای و کیک دسر خوردن بیرون خیلی ساده تر بود، زیادم به آدم عدداش فشار نمی آورد. نما اینجا رو دیدید، تقریبا میشه سعی کردن که یه نمای تلفیقی اروپایی و سنتی خودم ترکیبش با آجر خودمون رو در بیارن. یه جورای موفق بودن، یه تم گرمی داره اینجا، یعنی به دل آدم میشینه. ولی خب کی جرأت داره اینجا خرید کنه؟ ولی خب بعضیا میتونن، ما نمیتونیم. تازگی خیلی از این شرکت‌های فروش خودرو یه جورایی میان تو این جور مرکز خریدای نماینده میذارن و خودروشون رو تبلیغ میکنن. یه چیز جالب دیدم، یه دیدن خودرویی که همین چند وقت پیش اکسل عقبش بود یا جلوش بود در اومده بود، باز اینجا داشت مشتری جمع میکرد. نمیدونم این بار میگن پلاک نمیدن دیگه بهش، ولی این بار مشتری جمع میشه براش. بگذاریم. چقدر زیباست اینجا، آدم لذت میبره قدم میزنه. نه حالا میگم هنوز خیلی اینجا جا نیفتاده، مسلما میشه گفت یکی از قطبای گردشگری تو مرکز خریدا میشه تو شمال غرب تهران، چون واقعا پتانسیلش رو داره. یه زیبایی بصری خیلی خوبی رو درست کردن که حتی خیلی از عزیزان دارن میان اینجا، مثل همین دوستان عکس میگیرن و حالا یا پست میکنن یا یادگاری نگر میدارن. ما هم بیایم درو از جلو عکسشون رد بشیم. میبینید خیلی همینجوری دارن میچرخن مثل من تو این مرکز خرید، شاید خیلی هدف خاصی ندارن، فقط اومدن یه شبشون رو بگذرونن، یه جورایی حسشون عوض بشه. در ادامه بریم وارد یکی از این مغازه‌های اینجا بشیم. حالا همش داشتم فکر میکردم که وارد چه چیزی بشیم. بله دیدم، یه کتاب فروشی. واقعا من همیشه دوست دارم فرهنگ کتاب فروشی یه جورایی جا بیفته. چقدرم زیبای این دکورش. دوست دارم که سرانه مطالعه همه عزیزان ایرانی روز به روز بیشتر بشه. واقعا کمک میکنه که وارد یه دنیای دیگه بشیم. کتاب چیز خوبیه، امیدوارم که بتونید و وقتشو داشته باشید. واقعا تو این مشغلهای فکری زندگی سخته، خودم هم میفهمم و درکش میکنم. برگشتیم دوباره داخل همین طبقه، میخواییم بریم طبقات دیگر رو با هم دیگه ببینیم. این مرکز خرید واقعا یه جورایی خیلی ترتمیز و شیک دادن. البته خب واقعا خیلی هم نوپای، فکر میکنم یک سال افتتاح شده و من تازه دیدمش. موقعی که اومدم این اطراف ویدیو گرفتم واسه جنت آباد شمالی، تازه اون موقع این مرکز خرید رو دیدم. ببینید فروشگاه خیلی بزرگی داره و هر کدوم از این فروشگاه خب ممکنه مشتری خودش رو داشته باشه. یه ذره با 70% تخفیف، به نظرتون با 70% تخفیف یه چیز خنده‌دار نیست؟ ببینید حتی الان خیلی ها همینجا بهتون گفتم میان بعضی از ماشینا رو حالا یه جورایی بشناسن بدونن چه مدلی. الان یه مدت خودرو برقی مد شده، اینا فکر کنم داشت یه سوالی در مورد خودرو برقی میکرد این عزیزمون. واقعا خیلی هزینه میکنن برای دکور مغازه ها، واقعا یه جورایی. هزینه های سنگینی میشه. این هم همون طبقه زیر همکفه که به الان رفته بودیم دیدید. واقعا خیلی خوب کار کردم. من حالا قسمت معماریش خیلی چشامو گرفته، یه ذره توجه ویژه کردم تو این ویدیو. ولی بگذاریم از اینا، حالا بریم سراغ مردمی که دارن اینجا خرید میکنن. ببین بازم این مغازه ها شلوغن، یعنی آدمای اینجا زندگی میکنن که قدرت خریدشون خوبه. مطمئنن اگه خوب نبود نمیتونستن بیان اینجا غذا بخورن و بگردن و یه جورایی هزینه کنن. با هم دیگه بریم داخل یکی از این مغازه هم بگردیم ببینیم چه خبره، قیمتاش چجوریه. خب همین تیشرت رو بریم ببینیم قیمتش چنده. خب این تیشرت تقریبا 980,000 تومانه.
خب همه این لباسایی که من اینجا دارم میبینم دیگه رنجشون زیر 1,000,000 نیست دیگه، تقریبا میشه گفت واقعا گرونه، یعنی گرون شده دیگه به نسبت هر چیزی که حساب بکنید گرون شد. الان میبینید خیلی هم مثلا وسایل خیلی ریز و جزئی مثل کلا اینجور چیزا الان یه جورایی تو این مرکز خریدا بیشتر فروش داره تا مغازه‌هایی که حالا لباساشون یه جورایی گرون و یه ذره خاص داره، چون بعضی هم ممکنه برن بگردن یه ذره قیمت پایین تر پیدا کنن، چون اجاره مغازه خیلی تأثیر داره روی قیمت اجناس و کیفیتشون. دیدید میگم اینجا سالن فشن مده، باورتون نمیشه دیگه، الان هر طرفش که میرید هر کسی یه جوری برای خودش یه استایل باحال داره و داره میگرده. این مغازه‌هایی که تو پشت حالا راه رو هستن به نسبت مشتریشون کمتر از اینایی که حالا نزدیک وید مرکزی هن، بالاخره خیلی زیاد نمیرن کامل اون پشتن بگردن، همین دور اطراف جورایی میچرخن. هر طبقهش هم تقریبا میشه گفت صنف خیلی مشخصی نداره، بگم مثلا این طبقه پوشاک زنونه است، مردونه است، یا اسپورت یا هر چیزی که شما فکر کنید، خیلی قلم قاطیه یه جورایی. ولی یه چیزی دقت کردید؟ اسم همه مغازه ها خب یه جورایی با یه فونت خاص نوشته شده، اکثرا لاتین، تک و توک که مثلا این مغازه بود که الان دیدید فارسی بود، اینجا بعد مغازه کافه است، دست راستمون کافه بودا، خیلی محصور بسته است. خیلی با سرعت دارم همه طبقات رو بهتون نشون میدم و یه جورایی متوجه بشید که چه خبر اینجا دیگه. دو سه طبقه دیگه بریم بالا دوباره میرسیم به همون غذاخوری که بودیم. تو این ویدیو بیشتر سعی کردم بهتون حال و روز این روزا رو نشون بدم و این مرکز خرید رو یه جورایی که مثلا اولین بار اومده بودم و ببینیم قیمت ها رو ببینیم بفهمیم که الان با یه حقوق چجوری میشه گذرون. من خیلی ویدیو تهیه کردم در مورد حقوق و دخل و خرج و اینا، واقعا غذا خوردن بیرون یکی از تنها تفریحاتی که در حال حاضر وجود داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.